بیانیه کمیته مسلمانان فرانسه تصمیم دادستان سوئیس برای بستن پرونده ترور پروفسور کازم رجبی شوکه کننده است و باید لغو شود قاتلان دکتر کازم رجبی باید بدون هیچ ارفاقی محاکمه شوند کمیته مسلمانان فرانسه در بیانیه‌ای به تصمیم دادستانی سوئیس در مورد بستن پرونده ترور دکتر کازم رجبی قویان اعتراض کرد و خواهان لغو این تصمیم شد در این بیانیه که به امضای خلیل مرون و داهو مسکین رسیده آمده است مطلع شدیم دادستانی کانتون وو در سوئیس تصمیم گرفته است به زودی پرونده ترور جنایتکارانه پروفسور کازم رجبی را مختوم کند این البته شوکه کننده است این در حالی است که در 20 مارس 2006 قاضی تحقیق کانتون وو حکم جلب علی فلاحیان وزیر وقت اطلاعات رژیم ایران را به خاطر مشارکت در ترور صادر کرد. در حکم جلب علی فلاحیان آمده است ترور کازم رجوی با دقت تمام طراحی شده بود. تیم های کماندویی یک بار در اکتبر 1989 سپس در اواخر ژانویه و اوایل فوریه 1990 و نهایتا از دهم ده تا 24 آوریل 1990 به سوئیس آمده بودند. تحقیقات روشن ساختند که 13 نفر در آماده سازی و انجام قتل همکاری داشتند. این 13 نفر پاسپورت هایی داشتند که بر روی آنها عبارت در معموریت نقش بسته بود. بعضی از این مدارک همزمان در یک روز در تهران صادر شده بودند. همه پاسپورت ها به دستور وزارتخانه تحت امر علی فلاحیان صادر شده بودند و در هنگام بازگشت آملان به ایران در همان فرودگاه از آنها بازپس گرفته شدند. تمام پاسپورت های سیزده فردی که اسامی آنها در بالا ذکر شد در کریم خان که خیابانی در تهران است صادر شدند دو ساختمان در این خیابان مقر بخشی از سرویس های اطلاعات ایران یعنی واواک می باشد بیانیه کمیته مسلمانان فرانسه با اشاره به استمرار تروریسم از سوی رژیم آخوندی به ویژه در سالهای اخیر از دولت و قضایه سوئیس می خواهد پرونده را باز نگه دارد و با بستن این پرونده رژیم ایران را به ادامه تروریسم تشویق نکند بیانیه میافزاید ما همه مدافعان حقوق بشر پارلمانترها و جامعه مدنی در سوئیس را فرا میخوانیم که از مقامهای مسئول بخواهند با ادامه این پرونده عدالت را به اجرا در بیاورند